دکتر احمد العلیاوی مسئول مؤسسه کتب خطی عراق طی اظهاراتی از قصد و نیت این مؤسسه برای بازسازی و ترمیم کتابهای خطی مربوط به فاجعه عاشورا و امام حسین علیه السلام پرده برداشت. وی در این باره گفت: ما در طرح جدید این مؤسسه قصد داریم 47,000 کتاب خطی را بازسازی و ترمیم کنیم. تعداد قابل توجهی از این کتب مربوط به فاجعه عاشورا و امام حسین علیه السلام است. دکتر العلیاوی همچنین گفت عمر برخی از این کتابها به بیش از 1250 سال می رسد، لذا کتبی بسیار ارزشمند و تاریخی به شمار می روند. هدف ما از این کار حفظ تاریخ و میراث عراق است تا جلوی از بین رفتن آنها را بگیریم. او همچنین افزود در بین این که کتب خطی کتابهایی از ادیان و مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق وجود دارد. در این طرح بازسازی از تیم‌های کارشناسی اروپایی نیز کمک گرفتیم. مسئول مؤسسه کتب خطی عراق در ادامه افزود این طرح شامل بازسازی برخی لوح‌های خطی عربی هم می‌شود. در طول قرن‌های گذشته رطوبت و حشرات و برخی اقدام‌های مردم موجب آسیب به این آثار شده است. وی درباره زبان‌های این کتب و لوح‌های خطی گفت: در میان این کتب و لوح‌ها کتاب‌های خطی لوح‌هایی به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی، استانبولی، عبری و کردی دیده می‌شود. این خود نشان دهنده تنوع فرهنگی و قومیتی در عراق است. دکتر العلیاوی افزود این آثار در ایام جنگ آمریکا و همپیمانانش علیه عراق در سال 2003 میلادی در منطقه‌ای در حومه شهر بغداد پنهان شده بودند. اهالی این منطقه که از وجود آن اطلاع داشتند، جلوی هر گونه سرقت و دستبرد زدن به آن را گرفتند. وی افزود از مهمترین و ارزشمندترین آثار موجود کتب خطی و لوح‌های مربوط به امام حسین علیه السلام و مراسم عاشورای حسینی است. امیدواریم با تیم‌های حرفه‌ای که در اختیار داریم بتوانیم هر سال حداقل 100 کتاب را بازسازی کنیم. در صورت تحقق این امر رکوردی جدید در این زمینه خواهیم زد. در همین راستا گفتگویی داشتم با مهدی کرامتفر، کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی از تهران، و از ایشان پرسیدم به نظر شما آیا حضور کارشناسان اروپایی در ترمیم این آثار اقدامی مناسب است؟ در خصوص همکاری اروپایی در کشور عراق برای مرمت آثار و نسخ خطی، باید ارجاع بدم به تجربیات گذشته بنده که عمدتاً در مرمت آثاری بوده که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده بودند. حضور و همکاری نه تنها اروپایی ها، از سایر نقاط دنیا در این پروژه ها امری عادی بوده. بسیار اینو تجربه کردیم و تماماً مثمر و ثمر بوده. حضور ایشون البته جوانب مختلفی داره، ولی از جنبه تخصصی کار خودم عرض میکنم که این به اشتراک گذاشتن و همافزایی و ورود کارشناسان به پروژه اجرایی و عملیاتی مرمت داله بر این نیستش که ما در منطقه خودمون فاقد کارشناس، فاقد آزمایشگاه یا فاقد سیستم آکادمیک لازم هستیم. ما همه این رو در منطقه و کشور خودمون داریم، منتها حضور ایشون به ما کمک میکنه که بتونیم از پتانسیل ها و امکاناتی که اونها دارن استفاده بکنیم، علل خصوص در زمینه مرمت کاغذ و نسخ خطی. من اطلاع دارم که در کشورهای سوئد، آلمان بسیار پیشرفته هستن و بسیار تجربیات ارزشمندی رو دارن در مرمت نسخ خطی و مرمت کاغذ. با تشکر از آقای مهدی کرامتفر که از تهران با ما همراه بودند.